4 سالگی به حرف اومده. بازکوین آقا چطورید بچه ها؟ فرشاد سالنت هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی جدید جالب و همچنین انگیزشی. با هم دیگه میخوایم بریم یه سری افرادی که توی زندگی شکست خوردن و ناامید نشدن، امیدشون رو از دست ندادن و رفتن دنبال هدفشون و به موفقیت‌های خیلی 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 بزرگی دست پیدا کردن. بریم با هم یکی یکی این اشخاص رو ببینیم چیکار کردن، چجوری به ترسشون غلبه کردن، شکست نتونست از پسشون بر بیاد و سری بلند شدن و رفتن سراغ اهدافشون. بریم با هم دیگه یکی یکی اشخاص رو ببینیم. امیدوارم که تو زندگی شما هم تاثیر بذاره و هی پیش خودتون ناامید نباشید، وای سخته، وای نمیشه، وای نشده، وای فلا اینا. این ویدیو رو حتما لایک کنید، سابسکرایب کانال یوتیوب نره، زنگوله بغلش هم بزنید، اینستا منم این بالا میاد، یوتیوب نره فالو کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم. سری 3000 تا بشیم روی یوتیوب و سری 1 میلیون بشیم روی اینستاگرام. عاشقتونم بدون معطلی، بریم سراغ این افراد خفن. لتس گو. ما فقط زمانی میتونیم خودمون رو شکست خورده بنامیم که دست از تلاش کردن برداریم. نباید دست برداریم. تلاش یعنی تسلیم شدن در مقابل ناامیدی. همون شد و رفت. یعنی شما هر موقع بگید برو با من دیگه این کار انجام نمیدم، یعنی شکست رو قبول کردید و الان دیگه اوکی من شکست خوردم، دیگه هیچ وقت هم به موفقیت نمیرسم و دیگه میشینم تو خونه بخور بخواب و در دیوار نگاه میکنم یا میرم اینجا سر کار مثلا حقوق میگیرم و دیگه زندگیم همینجوری بگذره بره تمام شه دیگه. نباید اجازه بدیم انگیزه و امید از دستامون پر بزنن و برن. حالا این شما و این داستان شکست خوردگانی که اکنون جزء موفق ترین افراد تاریخ شناخته میشن. شکست خوردن ولی الان جزء موفق ترینای تاریخن. یعنی 100% شما الان این اسما رو بیاد فکر کنم 90%شون رو بشناسیم همه با هم. استیون اسپیلبرگ. اولی من نمیشناسم. یکی از معروف‌ترین کارگردان‌های دنیا و خالق آثاری مثل هوش مصنوعی و پارک جوراسیک هم شهرت می‌شناسی. طعم تلخ شکست رو چشیده. چجوری؟ دانشکده هنرهای سینمایی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی دو مرتبه استیون جوان رو رد کرد و نپذیرفت، اما تسلیم نشد. زمانی که این کارگردان 3 جایزه اسکار رو از آن خود کرده بود و میلیاردها دلار درآمد از جذبش کسب کرده بود، در اون دانشکده براش ساختمونی ساختن و به افتخار اون نامش رو ساختمون استیون اسپیلبرگ گذاشتن. ووش خیلی جالبه. اسپیلبرگ در مسیر خواسته‌هاش باعث شد که حتی معادلات ذهنی کسانی که او رو شایسته تحصیل در دانشکده‌شون نمی‌دونستان هم به کلی به هم بریزه. وای همت و اراده. یعنی بچه‌ها ببینید تو یه دانشگاه مثلا تو پیش خودت میگی این مرکز دیگه اند این کار دیگه، خب من میرم اینجا قبولم کنن درسشو بخونم و بعد پیش خودت میگی واو اینا که اند این کارن میگن تو خوب نیستی و قبولت نمیکنن، پس دیگه من واسه این کار ساخته نشدم، برم مثلا فلان کنم و بمون کنم و من خوب نیستم و اینا، پس دیگه ناامیدم. انقدر رفته معروف شده، 3 اسکار گرفته، جوراسیک رو ساخته، بعد به اسمش تو دانشگاه ساخته. به تمام کارنامه هنری هم افتخار میکنم. به تمام شکست ها و موفقیت هایم. استیون اسپیلبرگ باری کلا. توماس ابلهتر از اونه که چیزی بیاموزه. چی؟ توماس ادیسون؟ این رو ما نمیگیم. آموزگاران ادیسون در کودکیش این جملات رو به مادر توماس کوچیک گفتن. مخترع لامپ و بیش از 1000 اختراع رنگارنگ دیگه هم در محضه زندگیش در بنبست های تاریکی اسیر شده بود و این به شدت امید بخشه. معلماش میگفتن تو احمقی. به خاطر اینکه با مرور زندگی افرادی مثل ادیسون بزرگ متوجه میشیم که شکست برای همه هست و از دل تجربه های تلخش میتوان نکات آموزنده فراوانی بگیرید. من هیچ کاری را اتفاقی انجام ندادم. اختراعاتم هم این چنین نیستند و همگی نتیجه تلاش و کارند. آره دی، مگه میشه نتیجه تلاش و کار نباشه یکی چیزی اختراع کنی؟ اصلا نشستی اینطوری وای لامپ خودش از تو سوراخ در اومد. معلومه در کار تلاش کرد که لامپ اختراع کردی. تصور وای والت دیزنی کارهاش ممکنه. سلطان والت دیزنی. تو میشناسید دیگه. البته چنین چیزی شدنی نبود اگر والت دیزنی به گفته های سردبیر روزنامه محل کارش توجه میکرد. چی بهش گفته بود؟ سردبیر اعتقاد داشت که والت دیزنی قدرت تخیل کافی نداره. سردبیر گوه خورد که والت قدرت تخیل کافی نداره، این همه چیز طراحی کرده. والت دیزنی خلاق با قدرت تخیل فوق العاده اش به حرف های سردبیر گوش نکرد.
او رویاسازی بزرگ شد که دنیای خود و افراد متعددی در دنیا رو دگرگون کرد. تجربه شکست سخت در جوانی مهم است، چون این شکست شما را متوجه می کند در شرایط سخت چیزهای اتفاق می افتند. به خاطر شکست هایی که داشتم هیچگاه در زندگی آستانه نترسیدم. من هیچ وقت نترسم. ترس یکی دیگه از دلایل شکست یه سری افراد، ترس ریسک نکردنه. برم الان تو این کار، نکنه نشه، نکنه فلان شه، وای نکنه همه چی رو ببازم، برم مثلا رو این کار سرمایه گذاری کنم، وای نکنه سرمایه‌ام بپره. درسته بعد احتیاط کرد توی یه سری چیزا، ولی اینکه دیگه انقدر ترسو باشی که سمت هیچ نریم دیگه اشتباهه واقعا. نام انیشتین هم معنا با تیز هوشی است، اما خودش تا سالیان انیشتین هم بهش میگفتن اسکولونسکول بودی، باهوش قرار نمیگرفته. او حرف زدن رو در سن 4 سالگی شروع کرد. چی؟ 4 سالگی به حرف اومده؟ همه دیدید یه سال و نیم اینا بابا مامان 2 سالگی دیگه حرف میزنن؟ نوشتن رو دیر یاد گرفت. به نظر میرسید اون ننوشتن هم دیر یاد گرفته. بهره چندانی نبرده. اسکول مسکول بود. او در ورود بی دردسر به دانشگاه پلی‌تکنیک زوریخ مشکل داشت و کمی کشید تا بالاخره وارد این دانشگاه شد. ولی وارد شد. انیشتین تسلیم نشد. آنقدر در راه فیزیک تلاش کرد تا در نهایت نتایج شگفت‌انگیزش زندگی خود و تمام مردم دنیا رو تغییر داد. واقعاً مانند دوچرخه سواری است. است. برای حفظ تعادل باید به رکاب زدن ادامه. آفرین. اگه وایسی میافتی تو هیچ وقت نمیتونی روی دوچرخه ثابت وایسی. حالا از همون موقع ذهن من آکروبات واز هستم یا رو دوچرخه تعادل نگرد. حالا این موقعی که این حرف زده یعنی آکروبات بازه وجود نداشته. شما خود شخص خودتو در نظر پرس کن، یه آدم عادی هستی، وقتی رو دوچرخه داری میری اگه وایسی و پاتو بذاری زمین مگه میافتی با فکمکت خورد مورد میشه. جی کی رولینگ هم دوست داشتنی نیست، روسای فرد تاریکی رو از سر گذرونده. جی کی رولینگ خالق هری پاتر هم شکست داشته تو زندگی. رولینگ نیست قبل از نوشتن رمان معروفش تجربه های تلخی مانند فقر، افسردگی، زندگی زناشویی ناموفق و طلاق کشیده. فقر، افسردگی، اما اونی در میان ثانیه های ناخوش زندگیش تونسته دریچه هایی از امید به سمت ساعات شادی و کامیابی رو پیدا کنه. با قدرت نوشتن خود وضعیت زندگیش رو از این رو به اون رو کنه. دیگه از محبوب ترین سری فیلم های دنیاست. یه فکر کنم 5 تای اول باشه سری هری پاتر که طرف یه شکست خورده و افسرده بوده و ناراحت بوده، یهو به خودش میاد و هری پاتر رو مینویسه. یه آدم پوچه، هیچی نداری، فقیری، افسرده، یه گوشش یهو پشت هری پاتر بنویسه. جی کی رولینگ از ثروتمندترین زنان دنیاست. دوست دارم به عنوان شخصی شناخته شوم که با استعدادهایی که داشت بهترین نتایج رو کسب کرد. جی کی رولینگ، باریکل. اوپرا وینفری مجری موفقش نیست، سیاپوستی که توی ابتدا موفق و معروف نبوده. حالا او شبکه تلویزیونی مخصوص به خودش رو داره و نامش رو همه آمریکا و دنیا شنیدن. خودش شبکه داره. در نخستین اجراش اصلا موفق نبود و او رو اخراج کردن. وات؟ این یکی رو نمیدونستم دیگه. مدیران برنامه معتقد بودن اپرا بیش از حد درباره موضوعات برنامه احساس و عاطفه به خرج میده، چیزی که دلیل اخراج اپرا وینفری شد. همون دلیلی بود که بعدتر او رو به یکی از تأثیرگذارترین افراد دنیا تبدیل. خیلی تأثیرگذار بود. چیزی به نام شکست وجود ندارد. شکست فقط برای این است که زندگی ما را به سمت مسیرهای تازه بکشد. وای آفرین. ببین اگه شما توی یه چیزی شکست خوردی یعنی یه چیز بهتری برات هست. شاید اگه اپرا وینفری اخراج نمی‌شد، همینطوری یه مجری عادی بود که همینجوری کارمند میمون، میومد سر کار میرفت و همینجوری. بعد خودش رفت انقدر موفق شد که شبکه زد، الان همه چی دست خودش، یعنی خودش رئیس خودش شد. میدونی چی میگم؟ یعنی هر شکستی یعنی واقعا از بعضی اشخاص باید تشکر کرد. مثلا من خودم خب سری اول 2016-17 اومدم سوئد، خب بعد 2018 مثلا استریمو که تفریح شروع کردم میرفتم این ورانور واسه مصاحبه برای کار، خیلی جا رفتم، هتل رفتم، لباس فروشی، خیلی جا، و همهشون میگفتن نه ما نمیخوایم، تو رو احتیاج نداری. من نمیخوام بگم که الان مثلا وای از اونجا نرفتم من الان خیلی آدم موفقه، نه، ولی خب بعد همون استریمو بعدش ادامه دادم، بعدم اومدم ایران، بعد یوتیوبو شروع کردم، اگه استخدام میشدم و همونجا کار میکردم یه امید هنوز همچنان همونجا داشتم کار میکردم. میدونی چی میگم؟ هر چیزی پشتش یه چیزی هست.
خورشید پشتش به ماست، هر چیزی پشتش چیزی هست چه سمی بود. من گفتم این روزها برای خرید هر ون گوگ باید چیزی حدود 100 میلیون دلار بپردازید. اما زندگی خود او در دوران حضورش در این دنیای خاکی چندان با رفاه و راحتی همراه نبود. خب در زمان زنده بودنش فقط یکی از آثارش رو تونست بفروشه. وقتی که زنده بود یه دونه از نقاشیاش رو میتونست بفروشه، یعنی تونست بفروشه. بعد تازه فهمیدن یا ابوالفضل این دیگه کیه، این دیگه چه شخصیتیه. گاهی هم شهرت و موفقیت بعد از عمر و زندگی به سراغمون میاد. واقعا موفقیت واقعا شکسته. نیست به نظر من، حال نمیده دیگه و نیستی. شاهکارها اتفاقی و ناگهانی به دست نمی آیند، آنها حاصل مجموعی از تلاش ها هست. واقعا الویس پریسلی نیز الویس پریسلی خواننده میشناسیدش دیگه، ایرانیش میشه حسام نواب صفوی. حتی به او گفتن به جایی نخواهد رسید. این خیلی بده. تلاش‌های او ناامید نشدنش باعث شد به یکی از بزرگترین ستاره‌های دنیای موسیقی بدل بشه. واقعا که سال‌ها پس از مرگش هم میراث گرانقدر موسیقیاییش برای آدم‌های کوچکمین باقی مونده. چطور می‌توانی برای چیزی که هرگز نداشته ای قصه بخوری؟ این چیزی است که هنگام نرسیدن و شکست به خودم میگویم. منظورش اینه که تو هیچی نداری، رفتی سر یه کاری و تو رو مثلا انداختن بیرون یا نخواستنه. این قصه خوردن نداره، تو نه چیزی گرفتی که نه چیزی گرفتی، نه چیزی از دست دادی، رفتی نخواستن اومدی، قصه نداره. آره اگه یه چیز گنده ای داشتی، مال و منالی، شهرتی، نمیدونم یه صاحب چیزی بودی، ورشکست شدی، عدسی، اون موقع باید بشین قصه بخوری. ولی تو هیچی نبودی، رفتی یه جایی نخواستنت، پس قصه نداره. باید بلند شی دوباره تلاش کنی و بری به سمت هدفات. به غلط. مایکل جوردن جوانی از تیم سلطان بسکت گذاشته شد. تو مدرسه از تیم بسکت انداختنش بیرون. دلیل پیروزی های حیرت انگیز او در آینده این شکست ابتدایی بود و انگیزه ای که به مایکل داد وار. یا استعدادش یا دلایل دیگه همش با هم. چیزی که میتونیم از ماجرای مایکل بیاموزیم اینه که به رغم شکست، پیروزی ها از زندگیش دور و جدا نشدند. من در زندگی کاریم بیش از 9000 توپ رو از دست دادم، 300 بازی رو باختم، در 26 موقعیت برای برد روی من حساب شده بود، اما موقعیت ها رو از دست دادم. من بارها و بارها و بارها در زندگی باختم و دلیل موفقیتم همین است. آفرین. شما تا نبازی شکست شما تو شکست رو تجربه نکنی، اون شیرینی برد اصلا بردو که متوجه نمیشه. هیچ کسی نبوده از اول کار بیاد همون اول موفق شه و بره بالا. آخ من خیلی آدم خفنی هم، من از درون استعداد داشتم. چرا یه سری افراد انگشت شمار بودن، مثلا کسی مثل لیونل مسی، فوتبال تو خونه طرفه، یعنی تو خونشه، میدونی چی میگم؟ هیچی هم نداشتن، ولی خب انقدر با استعداد بوده که باشگاه بارسا هزینه دوا درمونش، خرجی، همه چی، خلاصه میاد یه آدم گنده میشه مثل لیونل مسی دوست داشتنی. ولی یکی هست مثل کریستیانو رونالدو فوتبال تو خونش نبوده. نمیگم آدم بی استعداد بودی، ولی شاید یک پنجم مسی هم از لحاظ استعدادی ها. الان خب معلومه با مسی توی یه سطحن و بهترین بازیکنهای تاریخ فوتبال هم، یه موقع حالا بر نخوره به طرفدارای رونالدو، ولی تلاشش 10 برابر مسی بوده. تلاشی که کرده، رفته خودش تمرین کرده، کلی سختی کشیده. وقتی هم اومده منچستر، حتی وقتی اومده منچستر یونایتد، بعد تمرین میگفتن که الان یک ویدیوی دیدم واقعه یا نه، که با یک کیسه توپ داشته میرفته اونور زمین وقتی تمرین تمام شده بوده، که همه گفتن کجا داره میره این فلان اینا، گفت داره میره شوت تمرین کنه. مثلا یه دو فوتبالیست افتادم وقتی این ویدیو رو دیدم، سوباسا میرفت پشت دیوار تمرین میکرد شوت چرخش کرد. میخوام بگم که هیچ موفقیت آسون به دست نیومده، همه به یه نوعی تلاش شده براش. کسایی که از دور نگاه میکنن وای که خب بااستعداد بوده، منم بودم میرفتم توش، توش یعنی توی اون تیمه دارم فوتبال رو بزنم. وای خب مسی فوتبال تو خونش بوده، کاری نداره که، اگه منم توی همچین موقعیتی بودم 2 برابر مسی گل میزدم. وای رونالدو ژنتیکی خوب بوده، بدنش رو ببین، منم اگه ژنتیکم خوب بود تمرین میکردم توی این تیم فوتبال بودم. وای
یعنی متنفرم از افرادی که میشن از دور یه سری افرادو قضاوت میکنن، میگن منم اگه فهم بابا خفه خونه مرگ بگیر به تمرگ. یه مثالی هست که میگن حرف زدن بلد نیستی، حرف نزدن که بلدی، پس ببندوندن. چارلز داروین زمین شناس و زیست شناس برجسته و صاحب نظریه تکامل شناس و لحظه زیست های شناس. سخت شکست رو در واقعا اینو نمیشناختم. گروه دانشجوی متوسط میدونستن که در رشته پزشکی هم موفق عمل نکرد، ولی با تلاش و پشتکارش در زیست شناسی و بررسی طبیعت در نهایت تونست از راز حیات روی کره زمین پرده برداره. یه راز حیات رو کشف کرده. طرف رفته توی پزشکی دیده خوب نیست، پس رفته راهش رو انتخاب کرده، فهمیده توی زیست و زمین شناسی خیلی خفنه. ببینید واسه چی خوبید، برید سمت همون. گیر ندید به یه شاخه. وقتی توی یه شاخه پا میزنید و به هیچی نمیرسید، بی خیال شید و برید. منو ببینید، برید، برید برای اونی که برای برای شما ساخته شده. علم ثابت کرده که هیچ آدمی روی کره زمین بی استعداد نیست، یعنی 100% شما تو یه چیزی استعداد دارید. خوبی؟ کسی که جرأت میکند یک ساعت از عمرش را هدر بدهد، هنوز به ارزش زندگی پی نبرده است. به به بچه، واقعا عالی بود این ویدیو، خیلی به من حالا درسته، حالا یه ذره فان و ایناش کمتر بود، ولی خیلی باحال بود به من، که خیلی حال داد. امیدوارم به شما هم حال داده باشه و کلی براتون انگیزه شده باشه و کلی انرژی خوب دریافت کرده باشه که یه سری آدمی که هیچی نبودن از کارشون اخراج شدن، از دانشگاهشون اخراج شدن، از همه جا روندشون، از تیمشون رفتن بیرون و بعد برگشتن و جزو موفق ترین افراد تاریخ. خیلی هستن، مثلا آلبرت اینشتین و زمانش اصلا این تا آخر هر موقع بگی اینشتین همه میشناسن، میدونن ادیسون کی، اینشتین کیه، تو زمینه ورزش همه میدونن مایکل جردن کیه. امیدوارم که برای شما انگیزه شده باشه، هیچ وقت امیدتون رو از دست ندید، به سمت موفقیت برید، ناامید نشید، ببینید واسه چی ساخته شدید، سمت همون برید. خیلی دوستتون دارم، لایک این ویدیو یادتون نره، سابسکرایب زنگوله رو بزنید، روی آل بذارید، اینستاگرام منم این بالا میاد، حتما حتما فالو کنید. خیلی خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. به زودی با ویدیوی بعدی میبینمتون. فعلا پیس.